بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی وی و همچنین مخاطبین گلم کانال شفاف تی وی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی وی ببینن. امیدوارم حالتون خوب باشه، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک. اگه تا به حال عضو کانال مسلمان تی وی نشدید، روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. مولوی عبدالحمید تو خطبه‌های 3 شهریور 1402 به اربعین هم حمله کرده. بریم اینو با هم ببینیم، برگردیم، نکاتی دارم که خدمتتون عرض می‌کنم. ولی این هزینه‌های مهم که هزاران میلیارد، اینو باید پاسخ بده های قوه قضاییه، های دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم، یا یقهشو بگیر بگو این هزاران میلیارد تومانی که خرج در اربعین میشه توسط جمهوری اسلامی، سند بده. بگو آقا این سند دارم من بابت این حرفی که میزنم. مماشات کردی الان هر جفنگیاتی رو داره میبافه به هم دیگه. برای یک مراسم مذهبی صرف کردن از بیت المال ایران. چطور اون موقع که $2000 میدادن با کارت ملی به ایرانی ها صدات در نمیومد؟ اون موقع که ارز از این کشور خارج میشد، چون دولت روحانی بود لالمونی گرفته بودید. الان زبون باز کردید. $2000 میدادن، الان سقف پولی که به زائران ایرانی دارن میدن 200 دیناره، میشه 6,300,000 هم تازه پول میگیرن، بیرون هم همون 33,400 تومانه، 31,500 دارن میدن. این از این موکبا که مردمیه، نصف بیشترش 90% مال عراقیاست، یه 7-8-10% نه 20% هم ایرانیاست که باز مردمیه، مردم پول کمک میکنه. همین الان به خود ما پول میدن، میگن آقای وطنیست تو مسیر اربعین خرجش بکن. تو چرا به فشار اومده؟ از بیت المال ملت که محتاجه. فقیرترین خانواده های ایرانی و افغانستانی رو من میرم سر میزنم. اینجوری که این میگه محتاجه، اونایی که تو سیستان بلوچستان هم میگن اونا نظر بدن. چجوری دارید زندگی میکنید؟ تویی که مسجد مکی رو ساختی، خب اینو نمیساختی، میدادی به همون مردم اون منطقه. چرا رفتی مسجد مکی رو ساختی؟ برای مراسم مذهبی ساختی دیگه، یا نه برای مباحث تروریستی ساختی؟ این دوتا فرق میکنه. مسجد زراری که الان در زاهدان هست، جیش و ظلم و اینا چطور جرأت پیدا میکنه بیاد داخل کشور بره مأمور بازنشسته نیروی انتظامی رو ترور بکنه؟ این به خاطر خطبه های تحریک آمیز امثال تو در مسجد زراره. چطور مسجد زرار رو میتونید راه بندازید اما وضعیت مردم سیستان بلوچستان رو نمیبینید؟ حالا مردم با پول خودشون، با عشق خودشون، با اعتقاد خودشون دارن میرن کربلا، بهت فشار اومده. چرا؟ بعد می‌بردن، ولی الان نه، الان محتاج. تو هم محتاجی. آره تو هم محتاجی. دست دراز میکنی آقا بیاید کمک کنید، دو تا رونه گوسفند بدید، 100,000 تومان کمه، 200,000 تومان مثلا بدید، بیاید کمک کنید مسجد زرار رو توسعه بدن. اینا تکفیری‌ها و وهابیون رو اونجا قشنگ فعال بکن. این همه طلبه‌ای که اونجا بازداشت شدن، اخراج شدن، فراری شدن. تو مسجد مکی طرف رفته از پاکستان یکی آورده، از افغانستان دو تا دیگر آورده، کرده مدیر خیریه مسجد مکی، نمیدونم کجا و کجا و کجا. بعد دم از ایرانی بودن هم میزنه. ببین همتون میدونید من نجات پرست نیستم. الان خیلی از این خانوادهایی که کمک میکنم خدا شاهد افغانستانی ان. اما اینکه کسی دم از ایرانی بودن بزنه، بعد بره یکی دیگر رو از پاکستان اینور اونور بیاره بکنه مسئول خیریه مسجد مکی زاهدان. تو این خیریه چقدر پول میاد و میره؟ بیا شفاف سازی کن دیگه. تو که آمار داری جمهوری اسلامی هزاران میلیارد داره به اربعین کمک میکنه، تو هم بیا بگو مسجد مکی چقدر پول گرفته، چقدر ساخت و ساز کردید، بقیهش کجاست؟ برای مراسم مذهبی بوده یا نبوده؟ اگر برای مراسم مذهبی بوده پس حق اعتراض نداری به جمهوری اسلامی به عنوان حاکمیت شیعه که وظیفه داره هم امنیت مردمش رو تأمین بکنه، هم عقاید مردمش رو محکم بکنه. ذالک و من یعظم شعائر الله، آیه قرآن، شعائر الهی رو تعظیم کنید. امام حسین جزء شعائر الهی هست یا نیست؟ بله هست. اگرم مسجد زرار برای مباحث مذهبی نبوده، خب اینجا دیگه دست خودتون رو میشه. اونجا میشه مرکز فتنه. ادامه‌شو بشنویم. ملتی همون کارمند، همین نیروهای ما، نیروهای مسلح ما و همه طبقات و همه طیف‌ها، حالا نه در گذشته میگفتن که فقیرترین طیف در ایران کارمندان است، این خود کارمندان میگفتن. الان چه ربطی به کارمند و اینور اونوره؟ داره میذاره تو در و دیوار. ادامش خب فکر میکنم که حوصله سربر باشه. همین یه تیکه که به اربعین حمله کرده بود من کار داشتم. کارمندا حقوق خوبی دارن میگیرن الحمدلله، کارمندایی که به هر حال توی دولت هستن، حتی بازنشسته هاشون. البته مشکلاتی هست، اینم به خاطر دولت قبلی بوده که شما ازش حمایت کردید. دولت جدید داره کار میکنه، الان فاز 11 پارس جنوبی رو دارن افتتاح میکنن رسما، که نزدیک 4.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که سالانه 5 میلیارد دلار آورده داره. یعنی در یک سال تمام اون سرمایه‌گذاری رو برمیگردونه ان شاءالله. امیدوارم که این اتفاقات خوب هرچه بیشتر سر سفره مردم خودش رو نشون بده تا امثال عبدالحمید به بهانه دشمنی با جمهوری اسلامی به عقاید مردم حمله نکنه. اما یه پاسخی رو دکتر محمد حسین رجبی دوانی به صحبت‌های مولوی عبدالحمید داشته که می‌خوایم بریم اون رو هم یه تیکه‌اش رو با هم دیگه مرور بکنیم، برگردیم برنامه رو جمع بکنیم. اجازه بدید من این رو روی صفحه بیارم. بله دارید می‌بینید. رجبی دوانی: عرض ارادت مردم ایران به امام حسین حتی پیش از ورود تشیع به ایران بوده است. اجازه بدید من یه مقدار صفحه رو درشت بکنم که ببینید. محمد حسین رجبی دوانی، دبیر علمی نخستین کنگره بین‌المللی بزرگداشت امامزاده علی ابن محمد باقر سلام الله علیه، در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: سرزمین پاک ایران اسلامی این افتخار را دارد که در بین همه بلاد اسلامی میزبان بالاترین تعداد از امامزادگان و خاندان مکرم پیامبر اسلام میباشد. این موضوع یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است که به ایرانیان داده شده است. با اینکه خاستگاه اصلی امامزادگان در درجه اول مدینه و سپس در عراق بوده است، اما این حجم از نوادگان رسول خدا در هیچ جایی از بلاد اسلامی دیده نمی شود. این موضوع به دلیل عشق و محبت فراوان ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت است. چون توی بخشی از صحبتاش این مولوی عبدالحمید گفته بود که به هر حال این اربعین و مراسم این چنینی بعدها اومده و فلان و اینا. بعد ایشون میگه که نخستین قیام جهان پس از شهادت امام حسین پیش از قیام مختار در سیستان ایران اتفاق افتاد. این خیلی نکته جالبیه. میگه وی با اشاره به نخستین ورود تشیع به ایران گفت: همانطور که میدانید نخستین ورود تشیع به ایران به اوایل دهه 8 هجری قمری باز میگردد، زمانی که حجاج بن یوسف آن فرمانده خونخوار در کوفه مستقر شد و شیعیان را به شدت مورد کشتار قرار داد. به همین دلیل قبیله از شیعیان کوفه از آنجا گریختند، به ایران آمدند و در قم ساکن شدند. موسی بن خزرج که مجری جلسه اسمش را برد، یکی از رؤسای همین قبیله بوده است. بعد از قم شهر کاشان به عنوان دومین پایگاه شیعه در ایران محسوب می شود و از آن زمان تا کنون به عنوان دارالمؤمنین شناخته شده است. این پژوهشگر خاطر نشان کرد: جالب است بدانید نخستین قیام در خونخواهی از شهادت امام حسین سلام الله علیه حتی پیش از قیام مختار و توابین در ایران به وقوع میپیوندد و مردم سیستان بلافاصله بعد از شنیدن خبر شهادت امام حسین سلام الله علیه دست به قیام میزنند. وسعت قیام آنها به گونه‌ای بوده که برادر عبیدالله ابن زیاد که حاکم سیستان بوده از این شهر فرار میکند. نکته جالبتر این است که این قیام زمانی به وقوع پیوسته که شیعه هنوز وارد ایران نشده است. اشاره کردم که نخستین ورود شیعه به ایران در سال 80 هجری بوده و واقعه عاشورا مربوط به سال 61 هجری است، اما علاقه مردم سیستان به خاندان پیامبر به قدری زیاد بوده است که قبل از رسیدن مکتب اهل بیت بهشان این چنین دست به خونخواهی زدند. قابل توجه دوستان عزیز اهل سنت، ببین اینا با تحریف واقعیت میخوان شما را از اهل بیت دور کنن. ایرانی ها حتی زمانی که اهل سنت در اکثریت بودند برای اهل بیت عزاداری میکردند. رجبی دوانی گفت: حتی زمانی که اکثر ایران مذهب غیر شیعه را داشت برای امام حسین و اهل بیت مراسم عزاداری برگزار می‌کردند و بدین وسیله ارادت خود را نشان می‌دادند. سندی از یکی از علمای بزرگ شیعه داریم که در آن عزاداری‌های ایرانیان غیر شیعی برای امام حسین را تشریح کرده. او میگوید در آن زمان مردم همدان سنی بودند، اما عزاداری بسیار باشکوه مردم این منطقه باعث شگفتی زیاد مردم قم که مذهبشان شیعه بود شد. فرد خبیثی که به دروغ به نام برادران اهل سنت علیه راهپیمایی اربعین سخن می‌گوید تاریخ ارادت ایرانیان را نمیداند. اینجا داره اشاره میکنه به مولوی عبدالحمید. دکتر رجبی دوانی میگه: این موضوع رو از این باب گفتم که بگم امروز خناسان، خبیسان و خائنانی که در پوشش دروغین مذهب و به دروغ به نام برادران اهل تسنن در کشور فتنه انگیزی میکنند و اخیرا هم فرد خبیسی راهپیمایی اربعین را زیر سوال برد. کسی که از بهائیت حمایت میکند و با استفاده از سه صدر نظام جمهوری اسلامی لگد پراکنی میکند، امروز در اثر تبلیغ وهابیت و خباثت خودش برادران اهل تسنن را از خوردن نذری هایی که برای امام حسین داده می شود و شرکت در عزاداری ها منع میکنند. این اتفاق در حالی است که ایرانیان سنی در گذشته تا قبل از خباثت های آنها عرض ارادت وسیع به ساحت اهل بیت داشتند. پارسال یکی از دوستان اهل سنت که شیعه شد اومد، ما یه صحبتی کردیم، ویدیوش توی یوتیوب هست. پشت صحنه وقتی بهش میگفتم چی شد چی شد و اینا داشت تعریف میکرد، رسید به اون شبی که تحول درش ایجاد شد. گفت من یه شبی بود ماه محرم، رفتم سر کوچه‌مون دلم گرفته بود، اصلا نمیدونم چم بود، رفتم نشستم سر کوچه، روبروی کوچه ما یه هیئتی بود، بچه شیعه داشتن عزاداری میکردن، یه حالت ایسکا صلواتی چیزی هم بوده که داشتن چای یا شربت میدادن، خاطرم نیست. میگه رفتم یه دونه بگیرم بخورم، رفتم جلو گفتم که مولویای ما به ما میگن که نگیرید. میگه دلو زدم به دریا، گفتم گور باباشون هرچی میگن بذار یه دونه بگیریم بخوریم ببینیم چیه. میگه از اون به بعد من حالتم عوض شد، ارادتم به اهل بیت بیشتر شد. اینها به اسم اهل سنت اونجا دارن به مردمش میگن که آقا از دست شیعیان چیزی به اسم نظری اینها نگیرید، در صورتی که برادران عزیز اهل سنت، خواهران بزرگوار اهل سنت محب اهل بیتن. شما این رو نمیتونی کتمان کنی، نمیتونی نفیش بکنی، اما اینها میخوان این رو جلوش رو بگیرن. به خاطر همین هست که توی یوتیوب شبکه‌های وهابی بسیار فعالن و دارن این رو پروموت میکنن. این عبدالحمید رو تو شبکه‌هاشون منتشر میکنن و چیزهایی که عدل حرفاش میخوان بیارن بیرون مصادره به مطلوب میکنن، تحویل مخاطب اهل سنت عزیز میدن که متاسفانه بعضیاشون غافلن، بعضیاشون جاهلن، بعضیاشون از سر احساسات، از سر عرقی که دارن، ولی نمیدونن اینها دارن وهابیت رو اونجا تبلیغ میکنن، دارن به اهل سنت هم ضربه میزنن. امیدواریم که دیگه مماشات با عبدالحمید به پایان برسه، به زودی زود شاهد خبرهای خوبی باشیم که انشالله تو همین کانال به سمون نظرتون برسونیم. خیلی ممنون که تا انتهای این برنامه همراه من بودیم. با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.